باریکه‌ای میان دریای مدیترانه و رود اردن، منطقه‌ای که وجودش دنیا را به طور اساسی تغییر داد. ادیان توحیدی از اینجا سرچشمه گرفتند. سرزمین موعود موسی اینجا بود. عیسی ناصری اینجا زندگی می‌کرد و اولین قبله‌گاه مسلمانان هم اینجا بود. ما از چرخش تاریخ چه می‌دانیم؟ بیت المقدس، سرزمین پیامبران. در سراسر جهان هیچ سرزمین دیگری به اندازه اینجا تاریخ انسان را تحت شعاع قرار نداده است. سرزمین مقدس. از بیش از 10,000 سال پیش از اینجا انگیزش هایی ساطع می شده اند که دنیا را تکان داده است. مهم نیست در زمینه کشاورزی، دامداری، شهرسازی و یا مذهب باشد. به همین خاطر شاید بتوان دریای جلیله را به عنوان منشأ تمدن بشری نامگذاری کرد. سوال این است که چرا درست اینجا؟ در ساحل دریای جلیله عیسی مسیح زندگی می کرد. او تعالیم خود را به حواریونش آموزش می داد. کتاب مقدس انجیل از او چنین یاد کرده است: او در این دریاچه معجزه کرده است. نوشته شده طوفان مسیح و شاگردانش را در دریا غافلگیر می کند. شاگردان برای زنده ماندن در تلاشند، اما مسیح خوابیده است. وقتی او را بیدار می کنند، او وحشت زده نیست، بلکه برعکس او بادها را تهدید می کند. و طوفان باز می ایستد. این موضوع برای شاگردانش یک معما بود. مسیح چطور توانست بر قدرت‌های طبیعی غلبه کند؟ آیا در پس داستان‌های انجیل یک واقعیت علمی و تاریخی نهفته است؟ به طور واقعی در دریای جلیله طوفان‌های زیادی در می‌گیرد. این به علت موقعیت جغرافیایی خاص آن در گودال اردن است که با کوه‌های عمودی احاطه شده است. عصرهای تابستان بادی ملایم از روی کوههای ساحل غربی می‌وزد. این باد از مدیترانه هوای خنک را با خود می‌آورد. ارتفاع این بادهای خنک در عبور از ارتفاعات تا 600 متر تنزل می‌کند. آنها بر روی آب باعث طوفان و تند بادهای قوی می‌شوند. سرعت باد در جهت ساحل شرقی به سرعت کم می‌شود. شاید این وضعیت آب و هوا راز معجزه دریای جلیله باشد. نویسندگان انجیل در نوشته های خود متوجه ارتباط علمی وقایع نبودند. هدف آنها رساندن پیامی خاص بود. پیام از طریق معجزه. حتی داستان ستاره کریسمس از ارتباط خاص میان عیسی و خدا خبر می دهد. مردم در آن زمان در درخشش ستارگان اتفاقات ویژه را پیش بینی می کردند. در انجیل نوشته شده است که به هنگام تولد عیسی معجزه‌ای در آسمان نمایان شد. در بسیاری از نقاشی‌ها ستاره کریسمس با دنباله‌ای بلند کشیده می‌شود. نقاشی‌ها یک ستاره دنباله‌دار را نشان می‌دهند. در خاورمیانه و چین همواره چشمانی آسمان پرستاره را زیر نظر داشتند. ستاره شناسان چینی بدون اینکه خود بدانند داده های با ارزشی از ستارگان دنباله دار را ثبت کردند. در قرن 17 یک منجم انگلیسی به نام ادموند هالی توجهش به یک ستاره دنباله دار خیلی روشن جلب شد. او که مسهور درخشندگی آن شده بود، تمامی نشانی های ثبت شده و در دسترس از ستارگان دنباله دار را جمع آوری کرد. حالی به دنبال وجوه مشترک این پدیده ها می گردد و به اطلاعات در مورد 3 ستاره دنباله دار برخورد که تقریباً همانند همدیگر توصیف شدند. یکی در سال 1531، دیگری سال 1607 و آخری در سال 1682 که خود آن را دیده بود. هر 3 در فاصله 76 سال یک بار ظهور کردند. حالی مطمئن است که این ستاره هر بار همان ستاره دنباله دار است که می آید و می توان آمدنش را پیش بینی کرد. این ستاره دنباله دار که بعدها به نام حالی شناخته شد،
پیش از این هم از نزدیکی زمین عبور می کرده. آن را می شد در 12 سال قبل از میلاد مسیح هم دید. پس آیا این همون ستاره میلاد است؟ تاریخ شناسان می دانند که مسیح دقیقاً در سال 0 به دنیا نیامده است. یکی از نشانی ها حکمرانی هرودس پادشاه یهودیه بوده است. هر 4 انجیل تأکید می کنند که تولد مسیح در زمان او بوده است. به نوشته یک تاریخ نویس یهودی، هرودس 1 سال قبل از میلاد مسیح می میرد. ستاره دنباله دار حالی در زمان تولد مسیح مدتها بود که عبور کرده بود. انجیل 3 پادشاه مقدس را فرزانگانی از خاور زمین تصویر می کند. امروز پژوهشگران بر این باورند که این فرزانگان از یک طبقه روحانی در شهر بابل بودند. این روحانیون همزمان ستاره شناس هم بودند. زیرا برای اهالی بابل ستارگان حامل پیام‌هایی از قلمرو خدایان بودند. آنها آسمان را با دقتی شگفت‌انگیز بررسی می‌کردند. روش‌های باستانی که تا به امروز همچنان باقی ماندند. بابلی‌ها آسمان را به 12 قسمت تقسیم می‌کردند. در هر قسمت ستارگان بسیار روشن را به هم متصل کرده و تصاویری را تشکیل می‌دادند. اما کدام پیام آسمانی بود که فرزانگان را فراخواند به بیت لحم بروند؟ آسمان 2000 سال قبل چه چیزی به آنها گفته است؟ امروز منجمین می توانند به کمک خطوط شناخته شده سیاره ها آنچه منجمین آن زمان می دیدند را بازسازی کنند. به طور واقعی در سال 6 قبل از میلاد مسیح یک صورت فلکی نادر به وجود آمد. این صورت فلکی هر 250 سال یک بار به وجود می آید. اعتقاد عمیق بابلی ها در این جریان نقش کلیدی دارد. آنها سیاره مشتری را به عنوان بزرگترین خدایشان به نام مردوک می پرستیدند. البته بابلی ها شکل های آسمانی دیگر را هم به جهان خودشان مرتبط می کردند. سیاره زحل نشان پادشاه یهودیان بود و صورت فلکی ماهی ها نشان سرزمین کنار دریا یعنی فلسطین بود. و در سال 6 قبل از میلاد مسیح ظرف 1 سال 3 بار سیاره مشتری و زحل بین صورت فلکی ماهی ها قرار گرفت. این برای فرزانگان یک نشان قطعی بود. پادشاه آینده یهودیان به دنیا آمده بود. آنها راهی سفری 1200 کیلومتری تا بیت لحم می شوند. به نوشته انجیل ها آنها به مسیح مولود 3 نوع از ارزشمندترین اجناس زمانه خود را هدیه می کنند. طلا، کندور و مر. طلا به نشانه درخشندگی شاهان و حکمرانان، مر به عنوان داروی شفابخش و کندور با بوی خوشش به نشانه میلاد منجی بزرگ. کندور یکی از ارزشمندترین اجناس قدیمی بود. سمقان از سرزمینی دوردست می آمد، از یک سرزمین بی آب و علف که 3000 کیلومتر کبیر است. در جنوب عربستان درختان کندور رشد می کنند. برای استخراج کندور تنه درخت را در قسمت‌های مختلفی زخمی می کنند. سمق بیرون می زند و ظرف 2 هفته خشک می شود. بعد از آن از درخت تراشیده می شوند. این سمق خوشبو داروی بند آوردن خون ریزی است. برای بکارگیری در عطر هم مناسب است و به عنوان وسیله‌ای برای پرستش خدایان هم به کار گرفته می شود. گفته می شود کاروان‌های بزرگ با بیش از 100 چطور کویر را در امتداد جاده کندور پشت سر می گذاشتند. این راه از عمان به شهر پترا که نقطه ملاقات 3 مسیر کاروانی بود می رفت و از آنجا به غزه، سپس از راه دریا به اروپا وارد می شد. شتر یا کشتی صحرا می تواند در گرمای طاقت فرسا 1000 کیلومتر را بپیماید. در عرض 3 دقیقه 200 لیتر آب بنوشد و این برای روزها کافی است. بدن او آب را صرفه‌جویی می کند. برای نمونه لجن دماغ شتر هنگام بازدم رطوبت تنفس او را به خود جذب می کند.
کریستال های ویژه‌ای آخرین ذرات آب را می‌گیرند و در طوفان خاک شتر دماغش را کامل می‌بندد. به خاطر ویژگی شتورها می‌شود در وسط کویر شهر بنا کرد. یکی از پررازترین شهرهای کویری پتراست که در اردن امروز قرار دارد. یک دیره از عربستان به نام نبتیه تمام تجارت کندور را از این مکان در دست داشته است. باج‌ها و بدهی‌ها مردم مملکت نبتیه را ثروتمند می‌کرد و آنها پول را به سرچشمه دارایی‌هایشان می‌بردند. محلی استراتژیک و بی‌دردسر، صخره‌ها شهر را به یک دژ طبیعی تبدیل کرده بودند. تأثیرگذارترین بنای این دژ بنای خزانه است. خزانه 100 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شد. نمای خارجی تأثیراتی را از مصر و یونان نشان می‌دهد. تأثیراتی که با کاروان‌ها به این شهر صخره‌ای آورده شد. احتمالاً این بنا قبر یک پادشاه بوده است. خزانه در پهلوی سنگ تراشیده شده. یک پرتگاه به عمق 100 متر. مردم نبتیه از شیارهایی که آب طی هزاران سال در صخره ها تراشیده است به خوبی استفاده می کردند. این یک راه پوشیده به شهر است که توسط زمین لرزه در صخره ها ایجاد شده، ولی این راه یک تهدید هم داشت. باران در صحرا. باران فقط در فصل معینی می بارد، ولی در همان زمان بسیار قوی است. این میزان آب را زمین نمیتواند به خود بکشد. آبراها پر میشوند و باعث سقوط صخره ها میشوند. آب رودهای خشک شده را پر میکند و شکاف های جدید ایجاد میکند. این یک خطر برای هر چیزی که در مسیرش وجود دارد است. نه فقط برای خزانه، بلکه برای تمام شهر که در یک دره قرار دارد. سازندگان شهر به این خطر مرگبار اشراف داشتند و برای همین تلاش میکردند آب را منحرف کنند. آنها برای این کار یک تونل 30 متری در صخره کندند و آب را به یک وادی دیگر هدایت کردند. در فصل گرما آب کم بود، برای همین نبتیه ها در فصل زمستان آب را به خوبی انبار می کردند. این کانال ها قسمتی از یک سیستم آبرسانی بزرگ بودند. در یک شعاع 50 کیلومتری ساکنان شهر منابعی را کنده بودند. از طریق آبراهایی آب ذخیره شده به پترا منتقل می شد و در آنجا در منابع شهر انبار می شد. ظرفیت بعضی از آنها به 3000 لیتر می رسید. به شکرانه این سیستم آبرسانی شهر توانست رشد کند و هزاران شهروند و مسافر را به خود جلب کند. پترا در زمان درخشش واحه بسیار معروفی بود. در همان منطقه شهر اریها هم قرار دارد که قدیمی ترین شهر دنیا می باشد. بیش از 10000 سال انسان ها یک اجتماع کوچک را بر روی تپه ای تشکیل دادند. باستانشناسان دیواره 4 متری شهر را پیدا کردند. فقط یک اجتماع به خوبی سازماندهی شده می توانست چنین شهری را درست کند. ولی آنها شهر را بر روی قاعده ای لرزان ساختند. زمین لرزه های زیادی در این منطقه وجود دارد، ولی چرا درست تمام سازندگان شهر این محل را انتخاب می کردند؟ شهر درست در فرو رفتگی زمین اردن قرار دارد. در این نقطه دو صفحه زمینی به هم برخورد می کنند و این باعث زمین لرزه های پی در پی می شود و همین باعث می شود که در این کانون زلزله آب از عمق زمین بیرون بزند و چشمه ایجاد می کند. وجود آب در این سرزمین خشک یک مائده آسمانی بود. بنا به گفته کتاب‌های مقدس در همین نزدیکی یکی از بزرگترین بلاها نازل شده است. نابودی قوم لوط در شهرهای سدوم و گمارا. ساکنین این دو شهر در گمراهی افتاده بودند. اگر ابراهیم فقط 10 خوبی در بین آنها پیدا می‌کرد، خدا آنها را می بخشید. اما بیگناهان چند نفر بیشتر نیستند.
برادرزاده حضرت ابراهیم یعنی لوط و دختران و همسر او. آنها مکان گناهکاران را ترک می کنند. بعد بلای آسمانی بر سدوم و گمارا نازل می شود. از آسمان گوگرد و آتش می بارد و همه آنها را می کشد. بنابر روایت کتاب مقدس، لوط و خانواده‌اش فرار می کنند. فرشتگان به آنها گفته بودند که به پشت سر خود نگاه نکنند. اما زن لوط با وجود این هشدار به عقب نگاه می کند و تبدیل به مجسمه نمک می شود. پژوهشگران به دنبال یک علت علمی در این داستان می گردند. آیا ممکن است یک زمین لرزه این دو شهر را نابود کرده باشد؟ چه چیزی می توانست آتش را مشتعل کرده باشد؟ اتفاقا در آن منطقه در زیر زمین گاز وجود دارد، حتی نزدیک به سطح زمین. یک زمین لرزه می توانست شکافهایی را در زمین ایجاد کند و گاز بیرون بزند و بعد از طریق آتش روی زمین مشتعل شود. اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده باشد، پس چرا تا امروز کاشفان بقایای سدوم و گمارا را پیدا نکردند؟ در این اطراف رودهای خشک وجود دارد. در فصل باران آنها به رودهای طغیانی تبدیل می شوند. میزانی از آب به روی لایه‌ای از خاک سرخ باقی می ماند. پژوهشگران می دانند که در زمین لایه‌های ماسه و خاک سرخ جابجا می شوند. ماسه را باد می آورد و خاک سرخ را آب می شوید. حالا یک مدل از زمین را می سازیم. ماسه خیس و خاک سرخ را لایه به لایه روی هم می چینیم. این آزمایش نشان می دهد که آیا سدوم و گمارا توسط زمین بلعیده شدند؟ پژوهشگران چند خانه بر روی زمین دستساز می گذارند. آنها چطور به یک زمین لرزه عکس العمل نشان می دهند؟ در یک آزمایشگاه نیروهایی که به این شهرها وارد شده را به مدل دستساز وارد می کنند. دستگاه آزمایشگاهی یک زمین لرزه مصنوعی برای مدل ایجاد می کند. پس از زمانی کوتاه آب به سطح زمین می رسد و خانه ها در آب و ماسه فرو می روند. دانشمندان نابودی قوم لوط را به این شکل تصور می کنند. توسط یک زمین لرزه آب از زمین بالا می زند و زمین را شل می کند و توسط یک لایه از لجن خانه ها خراب و بدون توقف به بحر المیت می ریزند. پژوهشگران فکر می کنند در آنجا بقایای سدوم و گمارا وجود دارند. از زمانهای باستان مردم بحر المیت یا دریای مردگان را به عنوان مکان نابودی می شناسند. آب بسیار شور آن ضد زندگی می باشد. سنگ های نمکی که مثل دندان تیز می باشند در ساحل پراکنده هستند. این پدیده ها از نمک خالص درست شدند. آب اینجا با نمک ادغام شده است. وقتی نمک به کریستال تبدیل می شود، همه چیز را با یک لایه سفید و سخت می پوشاند. اما دقیقا در این سرزمین خشک 10,000 سال پیش یک انقلاب رخ داد. کشف کشاورزی. یک گیاه که فقط در اینجا می روید و با شرایط آب و هوای اینجا بسیار منطبق بود، گندم است. رمز آن بارور شدن در طول زمانی یک سال است. در زمستان مرطوب به سرعت رشد می کند و در تابستان داغ بارور می شود. ولی اگر یک تغییر آب و هوایی نمی بود، گندم اولیه برای همیشه در جزیره های دور افتاده باقی می ماند. در پایان دوران یخبندان که تقریباً 12,000 سال پیش بود، هوا مقداری گرم و مرطوب می شود. یخهایی که آب می شد، رودهای زیادی را به وجود آورد. همینطور در سرزمین گندم اولیه بارانهای زیادی آمد. و جلگه های وسیع کم درخت به وجود آمد. پژوهشگران اطمینان دارند که این شرایط جوی ایجاد شده، زمینه های تکامل کشاورزی را ایجاد کرد.
انسان شکارچی و جمع کننده غذا شروع به کشاورزی کرد. این کشف یک منبع بزرگ تغذیه بود. ولی وابسته شدن به کشاورزی ضررهای خودش را هم دارد. جانوران می توانند تمام محصول را از بین ببرند. ملخ ها می توانند به مزارع بزرگ آسیب جدی برسانند. ملخ ها در جستجوی غذای جدید لشکرهای بزرگتری را تشکیل می دهند. آنها همه چیز را می خورند.